هر سال مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا جایزه ویژه‌ای را به یک چهره دادخواه اعطا می‌کند. سال گذشته این جایزه به گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی اعطا شد. جایزه‌ای به پاس ایستادگی برای دادخواهی. جلسه مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا امسال در پارلمان کانادا در اتاوا برگزار شد و جایزه خودش رو به منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 اعطا کرد. ما جایزه سال 2023 رو به آقای منوچهر بختیاری که الان در زندان هستن، پدر پویا بختیاری که در تظاهرات ها کشته شده بود، اعطا کردیم، به خاطر اینکه منوچهر بختیاری فقط یک پدر داغدار نیست، بلکه ایشون هم برای فرزند خودش هم برای فرزندان بسیاری دیگر دادخواهی کرده و بر دفاع از حقوق اونها و دفاع از حقوق بسیاری از جوانها و مردم ایران به خیابان رفته، دادخواهی سر داده، مبارزه کرده و رژیم جمهوری اسلامی به جای اینکه به خواسته های او توجه بکنه، ایشان را به بند کشیده. این جایزه توسط ملیسا لنسمن، قائم مقام حزب محافظه‌کار کانادا، به یکی از بستگان منوچهر بختیاری تحویل داده شد. در ادامه این نشست، فعالین سیاسی ساکن کانادا با دو نماینده پارلمان گفتگو کردند. با تعدادی از نمایندگان مجلس گفتگو داشتیم در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران و خاورمیانه و همچنین نفوذ جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در کانادا و نگرانی‌های خودمون رو هم من هم دوستانی که اینجا بودن ابراز کردیم و درخواست کردیم که این رو به صورت جدی پیگیری بکنن در پارلمان و دولت تا روزی که سپاه پاسداران در لیست ترور قرار بگیره و همه عوامل و مزدوران جمهوری اسلامی در کانادا شناسایی و اخراج بشن. یکی از آن نگرانی ها پولشویی است. ما همینجا و در مجامع کشور خودمون شاهد ایجاد ترس و ارعاب و فعالیت های تاکتیکی جمهوری اسلامی هستیم. این فعالیت ها شامل پولشویی و مهاجرت عوامل رژیم هستند. برای مقابله با این فعالیت ها باید از بالا به پایین عمل کنیم. فعالیت های سپاه را به طور کامل متوقف کنیم. جلوی درآمدزایی سپاه را بگیریم و تمام کانال های فعالیت را مسدود کنیم. ما شاهد شدت گرفتن فعالیت های رژیم در کشورمون هستیم، به ویژه در طرافی ها که فعالیت رژیم در آنجا بیشتر شده است. برای مقابله با این فعالیت ها باید تحقیقات کاملی انجام بدیم تا متوجه بشیم چه اتفاقی در حال رخ دادنه و عوامل رژیم چطور فعالیت می کنند و دست به عوامل غیر قانونی می زنند. یکی از مواردی که در این نشست به آن اشاره شد، دخالت عوامل جمهوری اسلامی در انتخابات کانادا است. مراقب دخالت جمهوری اسلامی در انتخابات کانادا باشند، چون چندین بار اتفاق افتاده که اینها خواستند دموکراسی ما رو تحت تاثیر قرار بدن و انتخابات کانادا رو تحت تاثیر قرار بدن. اینجا دوباره اشاره کردیم به خواسته هایمان که همون قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی بودش، به قولی که خود نخست وزیر به بنده دادن در اون راهپیمایی که کردیم و قرار بر این شد که سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره، ولی هنوز انجام نشده. نسبت به ورود آقازادگان و خانمزادگان و آزاد زندگی کردن در کانادا بود که صحبت کردیم و خواستار اخراج و جلوگیری از ورود اینان به کانادا هستیم. نشست های از این دست تلاش می کند نگرانی های جامعه ایرانی و صدای معترضین داخل کشور را به گوش سیاستمداران کانادایی برساند. بهرنگ رهبری، خبرنگار آزاد، پارلمان کانادا، اتاوا.